خب گلموزی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت. از عده و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. گفتم که میل دارم تو رو ببینم خیلی زود. گفت کی؟ فردا؟ گفتم بی انصاف فردا خیلی دیره. گفت پس کی؟ گفتم دیروز. گفت کجا؟ گفتم نبش 30 سالگی. ایرانی ها هنوز هم به گذشتهشون خیلی علاقه مند. هر ایرانی که بپرسید از گذشته خاطرات خوب داره. متاسفانه البته این دیگه موضوع عمومی شده در تمام خاورمیانه دیگه. این روزها حادثه خوبی رو به چشم نمیبینه. اگر حادثه خوبی بوده مربوط به گذشته بوده، اتفاق خوب، اتفاق خاطره انگیز بر خیلی اسباب تاثیره. با آقای دکتر محسن سازگارا هفته هاست که داریم سیر میکنیم حوادث مربوط به شبهای انقلاب رو. پیش آمدیم خورده خورده، از آمریکا آمدیم به پاریس، در نوپل شتو بودیم، در محلی که آیت الله خمینی در اونجا مستقر شده بود و اردو تشکیل داده بود، بعد به همراه هواپیمای 747 ایر فرانس به تهران اومدیم. توی هواپیما آقای محسن سازگارا بودن، به ما گفتن که در هواپیما چه گذشت و خلاصه وارد فرودگاه شدیم و مدرسه علوی و بعد هم آغاز انقلاب و دهه فجر. آقای محسن سازگار درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و همه بینندگان عزیز. و شما این مقدمه زیبایی رو که گفتین گوش میکردم و داشتم فکر میکردم که حالا گذشته من هم زیباست یا نه، ولی به نظرم هرچی باشه گذشته است و به هر حال هر کدوم از ما کاری که میکنیم همراه با اون تاریخ رو میسازیم و دیگه وقتی از گذشته جدا میشیم به تاریخ تعلق داره. کاملا با شما. از گذشته باید آموخ ولی بهش آویزان نباید شد. کاملا با شما موافقم. سازگار وقتی که گذشته رو مرور میکنی میدونم بعضی واقعا ایام سختی رو شما داشتید در همین جریان انقلاب، روزهای بعد البته روزهای خاطر انگیز هم بوده. این مرور گذشته برای شما دردآور نیست؟ طبیعتا بعضی لحظاتش. چرا، آدم مثل هر آدمی همینطوره، به گذشته که فکر میکنه میگه کاشکی اونجا که مثلا این کار رو کردم یه کار دیگه ای میکردم، یا این اتفاق نمی افتاد یا اون اتفاق می افتاد. ولی گفتن آدم احمق افسوس گذشته رو میخوره، برای اینکه گذشته دیگه بر نمی گرده. و با شما کاملا موافقم، فقط باید از گذشته آموخت، درست به آیندگان منتقل کرد تا اشتباهات ما رو دیگه تکرار نکنه. خیشتان فکر کردید که مهمتری کاری که میتونستید انجام بدید و ندادید چی بوده و حسرت بخورید؟ والا راستش رو بخواید مهمترین کاری که به نظرم خودم هنوزم دوستش دارم و آن و آف گاه و بیگاه هم دنبال میکنم، پاره تتبعات فکری که در رشته اصلی خودم فیزیک داشتم رو به نظرم بیشترین مقداری بوده که دوست داشتم. و این چرخش سیاست و انقلاب و مدیریت و بعدم عملا منو از دنیای فیزیک به دنیای سیاست برده حرفه‌ای، شاید بیشترین چیزی باشه که افسوسش رو میخورم. البته عرض کردم ازش جدا هم نشدم، تمام این 37-38 سال گاه و بیگاه بهش فکر کردم، کار کردم و توی حوزه البته فیزیک نظریه. آقای دکتر سازگار، این بازگشته به گذشته و تعریف خاطراتتون رو اسباب نگرانی ادعی نشده که با شما تماس بگیرن بعد دغدغه داشته باشن شما قراره چی بگید درباره اونها؟ قرار کسی شده به شما تشبثی پیدا کنه در این زمینه؟ نه، دغدغه‌ای تا به حال به من منتقل نشده. ولی پاره دوستان که دنبال میکنند تماس گرفتن، بیشتر تشویق کردن، تشویق یعنی کردن. دلگرمی درست کردن برای منو، گفتن که ادامه بده و جذاب میشه. شاید حالا آقای میبودی جلوتر بریم به اتفاقاتی مثل
دوره نخست وزیری آقای رجایی یا پرونده انفجار نخست وزیری و امثال هم برسیم، شاید ما این که شما میگیم پیش بیاد. اون روز اسباب اون روز نخست وزیری بعدی ها هم بشه. اون روز که تو نخست وزیری انفجار شد شما اونجا بودید نیست؟ بله من اونجا بودم. وای وای چه ساعتی بود؟ آقای لاجوردی ما رو میخواست زندان کرد و میخواست اعدام کنه. حالا میرسیم بهش میگیم. سالبه خیلی سالبه. چه ساعتی بود انفجار؟ 3:20 بعد از ظهر، برای اینکه مدت ها ساعت نخست وزیری و همون ساعت خوابیده بود. شما تو چه ضلع کاخ نخست وزیری بودید؟ توی همون ساختمان اداری طبقه چهارم دفتر ما بود که طبقه اولش اتاق جلسات هم هیئت وزیران بود هم شورای امنیت ملی اونجا تشکیل میشد که انفجار در اون جلسه اتفاق افتاد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که از شما اطلاعات دست اول بگیریم برای اولین بار. نیست؟ بله. فکر میکنم. خب برگردیم به دهه پنج. بله زوده. آره یه خود زود زود داریم جلو میریم. آره بله 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 بله. سرپا گوشی. بله عرض میکردم که به هر حال اون ده روز من خب سرگرم مطبوعات بودم که خیلی هم زیاد بودن. آقای بازرگان هم به عنوان نخست وزیر معرفی شده بود تا اینکه در محل همافران بعد از اینکه همافرها گروهیشون اومدند رژه رفتند و با آقای خمینی در واقع بیعت کردند، شب 20 بهمن ماه در پادگان اونها در نیروی هوایی ظاهراً تلویزیون قطع میشه یا خاموش میکنن، تصویر آقای خمینی رو نشون میداده. از اینجا همافران عصبانی میشن و تلویزیون میان در واقع تو پادگان نظامیشون به نوعی شورش میکنن، باعث میشه که فرمانداری نظامی تهران لشکر گارد رو که خب اون روزها همه ازش خیلی میترسیدن و لشکر گارد شاهنشاهی بود رو با تانک و نفرات میفرستن به محاصره پادگان شورش کرده نیروی هوایی از سمت خیابان تهران. این حضور همافر دو چه سازگار حضور همافرهای ساختگی که نبود، یعنی نخیر. اتفاق واقع چون زمان من به خاطر همامز گفتن صحنه ساختگی است و اینها. بله. بس واقعی بوده. بله بله بله. و کی پشت اون... کار بود؟ کی پشت این ماجرا؟ نمیدونم کشوندن همافرها به واقعا نمیدونم. احتمالا آقای میبودی یه تعدادی از افسران و افراد نیرو هوایی به هر حال در بین جوانترها ناراضی بودند از سیستم و با انقلاب همراه بودند، آنچنان که در بقیه بخشای ارتش هم بود. من خاطرم هست بعد از انقلاب از برادر بزرگ خودم شنیدم که خلبان هوا نیروز بود، هلیکوپترهای نیروی زمینی، و او میگفت که با گروهی از افسران ملی با هم قرار گذاشته بودند که اگر فرماندهی بهشون دستور بده برن مردم رو توی خیابون هدف قرار بدن و بکشن، سرپیچی کنند و اونها هم شورش بکنن، که نکرده بودن البته. هیچ وقت از هلیکوپترها نخواسته بودن، چون به قول برادر من میگفتش که ما همون موقع فکر میکردیم که اگر چون این دستوری داده بشه خب اونایی که توی خیابون هستند برادر منه، خواهر منه، فامیل منن، مثل تو میمونن، مثل یه کسی مثل تو هن. و ما تربیت شدیم برای اینکه بریم در خارج از مرزها بجنگیم یا از مرزهای کشور از دشمن در مقابل دشمن خارجی مقاومت بکنیم، نه اینکه با مردم کشور خودمون درگیر بشیم. قاعدتا شبیه این قول و قراری که افسران هوا نیروز بین خودشون گذاشته بودن خیلی احتمال داره در بخش‌های دیگه ارتش هم باشه. اصولا آقای میبودی وقتی ارتش‌ها رو در روی مردم قرار می‌گیرن، نیروهای نظامی از هر جنسی باشن بسیار شکننده میشن، طبیعی هم هست که شکننده بشن. به نظر من این که شاه متوسل نشد به سرکوب مردم یک دوره درخشان شاید مطبوع تاریخ باشه به نظر من. نیست؟ به نظر من هم به هر حال شاه
درسته که مجموعاً در سال انقلاب نزدیک 700 نفر در خیابان‌ها کشته شدند، ولی میتوانست آمار کشتگان ده‌ها برابر این بشه اگر ارتش با مردم واقعاً درگیر میشد و برعکسش اگر انقلابیون هم دست به خشونت میزدن در مقابل ارتش، اسلحه میکشیدن، اون وقت ارتش لاجرم خشونت ورزی متقابل میکرد، ممکن بود خدای نکرده یک جنگ ناخواسته داخلی صورت بگیره. به هر صورت درست میگین، باید گفت به هر دلیلی، به هر دلیلی، میتونه بیماری باشه، میتونه شخصیت خود شاه باشه، میتونه تزلزلش باشه، میتونه سیگنالای چپ و راست متناقضی باشه که از خارج بهش میدادن و به نظر من البته بیشتر شاید بشه گفت شخصیت خودش بوده، عزم سرکوب آنچنانی رو نداشت. و نمونه زنده داریم الان سوریه دیگه، 250,000 نفر تارو رو کشتن، 250,000 نفر، خیلی وحشتناک. بله میفهمم. البته معلوم نیست که اگر به فرض هم، چون من اخیراً میشنوم، وقتی اومدم خارج تو این چند سال میشنوم، پاره ای از دوستان طرفدار سلطنت ما میگن که اگر مثلا تیمسار اویسی به جای ازهاری میشد نخست وزیر و یک سرکوب سنگین میکرد، انقلاب پیروز نمیشد. من واقعا شک دارم، اگرچه حالا تاریخ رو با اما و اگر نمیشه قضاوت کرد، معلوم نیست چی میشد، ولی میدونید در شرایطی که یه انقلاب جوش خورده بالا اومده، اونطور مردم بسیج شدن، ممکن بود اگر دست به چنین سرکوبی زده میشد، اون وقت به جایی میرسیدیم که الان سوریه رسیدیم. دکتر یعنی بدن در بدتر میشد، بدتر میشد، کشتار از طرفه. دکتر سازگار، در این حوزه اقتدار آیت الله خمینی، خب اشاره کردید به حضور نهضت آزادی بود و بعد شخصیت های خیلی سرشناسش که اداره مملکت رو به عهده گرفتن، قدرت اجرایی به اونها واگذار شد، بعد حالا همافرها وارد شدن، از جناح‌های سیاسی مثلا سازمان مجاهدین خلق هم آمده بودن بگروند به این مجموعه دستن در کاران حکومت جدید، یا هنوز نه سرکله اونها پیدا نشده بود؟ نه خیلی سرکلهشون پیدا نشده بود، نشده. یا فرض کنید سازمان چریکای فدایی خلق. ضمن این که به نظرم اگر هم میخواستند به هدکوارتر و مرکزیت انقلاب نزدیک بشن، به احتمال زیاد راهشون هم نمیدادن، برای اینکه در اون فعالین اصلی که دور آقای خمینی بودند، مثل آقای مطهری، مثل آقای منتظری، اینها شناخت خوبی از مجاهدین خلق داشتن، از سالهای زندان و خطکشی هایی که از درون زندان با همدیگه کرده بودند این جناح ها و کشمکش هایی که به چند سال قبل از اون برمیگشت، فکر نمی کنم حزب توده چی؟ حزب توده. اجازه می دادن اونها وارد حلقه اصلی انقلاب بشن. حزب توده، حزب توده هم مطمئنن، حزب توده که خب دیگه حالا همه در مقابلش جبهه داشتن، درسته بعدن حزب توده از موضع ضد امریکایی سعی کرد که به انقلاب نزدیک شه، ولی خب طبیعتا هیچ وقت خودی محسوب نمیشد، کمونیست ها همیشه بهشون، مسلمونا، من خودم میگم در اون مقطع بدبین بودن و خاطرات نمیدونم کشمکش های میرزا کوچک خان با حیدر خان عموغلو، خاطرات حزب توده با دکتر مصدق و بخش کمونیستی مجاهدین خلق با مسلموناش که مجید شریف واقفی رو کشته بودن و امثالهم و کشمکش هایی که خود ما هم در دانشگاه و به خصوص خارج کشور با سازمان های مختلف کمونیستی در کنفدراسیون جهانی دانشجویان و انجمنهای اسلامی دانشجویان داشتیم، فضایی رو می ساخت که نسبت به سازمانهای کمونیستی نه فقط هیچ علاقه ای نبود، بلکه در واقع کاملا به چشم یک رقیب و دشمن نگاه کرده می شود. جالبه. خود انقلاب دو به اصطلاح دو وجه مدیریت و رهبری داشت، یکی خارج از کشور که داخل کشور،
در حوزه خارج از کشور که شما هم یه گوشه ایستاده بودید، اونم در بخش روابط عمومی، آقای خمینی بود و اطرافیان، آقای یزدی بوده، قطب‌زاده بوده، بنی‌صدر بابا. در داخل ما بیشتر آیت الله بهشتی رو میدیدیم که در واقع یکی از مدیران انقلاب در داخل کشور بوده. اولین باری که بهشتی دیدی کجا بود و بعد اون کجا ایستاده بود؟ چون افسانه‌های عدیده درباره بهشتی وجود داره یا شایعات مختلفی وجود داشت، او رو به جاهای متعددی منتسب میکردن. میخوام ببینم خود برداشت خود شما در جمع از بهشتی چی بود؟ من آقای دکتر بهشتی رو در همون دهه انقلاب دیدم، یعنی راستش قبلا چون با آقای ناطق نوری از سال 52 رفیق بودم که قبلا تو این خاطرات گفتم، ایشون وقتی اومد پاریس و مختصری با هم گپ زدیم، آقای ناطق مطرح کردند که حلقه ای هستن از دوستانی که دکتر بهشتی هم هست و دیگران. و خب من اسم آقای دکتر بهشتی رو میشناختم که سالها مسجد هامبورگ بودن ایشون و بچه های اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، به خصوص بچه هایی که آلمان بودن، با آقای دکتر بهشتی آشنایی داشتن و خوب میشناختنش، ایشون هم خوب میشناخت. و بعدم دوره ما اگر به کتاب های تعلیمات دینی که ما تو مدرسه میخوندیم رجوع کنیم، و اولش مینوشت که تعلیف آقای دکتر بهشتی و گلزاده غفوری و محمد باهنر و اسامیشون هم برای ما آشنا بود. آقای دکتر بهشتی رو من تو دهه فجر برای اولین بار تو همون شلوغ بازی ها و بروبیا های مدرسه رفاه که مثل هدکوارتر بود و ساختار اداری بود دیدم، و البته گاهی هم که به مدرسه علوی که آقای خمینی رو برده بودند اونجا رفت آمد می کردی، آقای دکتر بهشتی رو می شد ببینیم. من شاید قبلا در مورد آقای قطب‌زاده توضیح دادم که فردای پیروزی انقلاب، یعنی روز 23 بهمن، این خاطره هم یادم هست که آقای دکتر بهشتی در راهروی دبیرستان رفاه، فکر میکنم طبقه آخر بود، با صادق قطب‌زاده قدم میزدن و به صادق قطب‌زاده اصرار میکرد که تو بیا برو رادیو تلویزیون که مردم دیروز گرفتنش، فتح شده و هیچکس طرف شورای انقلاب اونجا نیست. خاطرم از صادق قطب‌زاده به آقای بهشتی میگفتش که من قسم خورده بودم که این شاه رو از مملکت بیرون بکنیم، میخوام برم زندگی نکردم، میخوام برم دنبال زندگیم. ولی بالاخره آقای بهشتی صادق رو قانع کرد به اینکه به رادیو تلویزیون بره. البته من بعدها که عقلم بیشتر رسید، من این مکالمه رو شاهد بودم، این دو نفر قدم میزدن، یادم هم نیست تو اون راه رو، چون اتاق مطبوعاتم که ما بودیم اونجا بود، چی کار داشتم یا شاید در اتاق خودم وایستاده بودم. ولی بعدها که عقلم بیشتر رسید فکر میکنم صادق قطب‌زاده، حالا خدا بیامرزش، ولی فکر کنم او هم در مورد خودش اشتباه میکرد، چون مردان سیاست بعد از مدتی به هیجانات و قمار و پایین و بالای سیاست معتاد میشن و به این سادگی نمیتونن سیاست رو رها کنن برن دنبال کارشون. فکر میکنم قطب‌زاده اگر اونجا مثلا به رادیو تلویزیون نمیرفت، 6 ماه هم میتونست کنار وایسه، دوباره برمیگشت به وسط گود سیاست. برای آقای دکتر بهشتی آدم محترمی بود در جمع دوستان خودشون هم، و به نظرم اولین چیزی که شما با آقای دکتر بهشتی برخورد میکردی، غیر از حالا دندون جلوی ایشون که افتاده بود و نمیدونم چرا نمیگذاشت ایشون این دندون رو، ولی که در صورت ایشون جلب نظر میکرد، ولی به نظرم بیشترین چیزی که در اولین برخورد شما بهتون منتقل میشد از آقای دکتر بهشتی، حالت مدیریتی ایشون بود که به سرعت معلوم بود که آدم مدیریه و به اصطلاح اگر در یه جلسه ای باشه احتیاج نداره شما رئیس انتخاب کنه، اوتوماتیکلی ایشون رئیس جلسه میشه. یه بار میگم که ایشون با آیت الله منتظری که داشتن بحث و گفتگو میکردند، همین اشاره که شما فرمودید، دیدم ایشون مسلطه بر آیت الله منتظری، ایشون تازه ولیعهد های خمینی هم بود، قاعدتا قدرتش باید بیشتر از بهشتی باشه، ولی کاملا معلوم بود که مسلطه بر آیت الله منتظری.
به هر حال مرد پخته بود آقای دکتر بهشتی و آدم با فکری هم بود، کما اینکه خب بالاخره با جمعی از دوستانشون از همون چند روز اول حزب جمهوری اسلامی رو درست کردند که به سرعت تبدیل شد به بزرگترین حزب مملکت. و اگر واقعا انفجار هفته تیر حزب رو از بین نبرد، آقای خمینی بود که بعدها پاشو در یک کفش کرد که حزب رو عملا تعطیلش کرد، و شاید اگر آقای خمینی این کار نکرده بود تا همین الان هم بزرگترین حزب مملکت بود. ولی به هر حال حالا توی مسیر خاطرات برسیم به اون من عرض میکنم، ولی در حلقه دوستان آقای خمینی که در ایران بودن اون اوایل، خب آقای مطهری به دلیل کتابها و جایگاه فکری که داشت شاید مشهورتر از بقیه بود و سخنرانی هایی که داشت، آقای منتظری خب فقیه مبرزی بود، از زندان در آمده بود و من اول دفعه ایشون نفل شاتو دیدم آمده بود، و کسی هم بود که وقتی اومد نفل شاتو اون روز آقای خمینی برای نماز نیامد و آقای منتظری رو جای خودش فرستاد و خیلی نزدیک بود. ولی بعدها من فهمیدم که بین این حلقه دوستان همون موقع هم نزدیکترین آدم به آقای خمینی آقای هاشمی رفسنجانی بوده. نزدیکترین آقای رفسنجانی از همون سالهای 39 و 40 به اصطلاح خط آقای خمینی و خط دیگران میگفته و فرد کاملا سیاسی بود که تمام این سالیان تو خط مبارزه به اصطلاح و مبارزات ضد شاه از کمپ آقای خمینی همیشه در کنار ایشون بوده. و بعدها هم من فهمیدم، یعنی مثلا از امثال آقای عسکرولادی شنیدم که بیشترین کسی هم بود که آقای خمینی به حرفش گوش میکرد، یعنی رو حرف او حرف نمیزد. بعدها حالا باز در مسیر خاطرات بریسیم در جریان جنگ و اینها عرض خواهم کرد، آقای امثال آقای اردبیلی و اینها هم همه تایید داشتن، یا همین آقای خامنه ای که حالا میخواد سر آقای هاشمی رو ببره، همین ها هم تایید داشتن که هرچی رو میخواستن از آقای خمینی بخوان به آقای هاشمی میگفتن و میرفت به ایشون بگفت و رو حرف آقای هاشمی حرف نمیزد. آقای سازگارا شما توی ساختمان انقلاب بودید، ما توی حیات انقلاب. مردم عادی داشتیم از طریق تلویزیون مسیر انقلاب رو تعقیب میکردیم، خب نگرانی های همه جا بود. ولی من دقیقا به خاطرم هست که حتی آدم هایی که به حکومت خیلی وابستگی های شدید داشتن، وقتی در برابر این پرسش قرار میگرفتن که خب حالا میخوای چه کنی اگر انقلاب موفق شد، چیه؟ حکومت اسلامی داری میاد سر کار و اسلام که دین رحمته، کسی در انتظار به اصطلاح انفجار خشونت از ناحیه انقلاب نبود. حتی من با نزدیکان آقای خوبیدا هم که صحبت کردم، ایشون واقعا اعتقاد داشت، وقتی هم بهش اصرار کردم بلند شد بلژیک باشه سفیر ایران در بلژیک، کجا برم؟ بعد من کاری نکردم تا زمان انقلاب ما پیروز بشه یه حکومت اسلامی میاد سر کار بررسی میکنم، من که آدم نکشتم که. چی شد وقتی برمیگردید دوباره به تمرکز بکنید روی این حلقه انقلابیون در مرسه علوی، این شعله خشونت رو کی برافراشته کرد؟ کی بود؟ چه کسانی بودن در اطراف خمینی که به این خشونت دامن زدن و انقلاب رو چنان گرفتار کردن که هنوز داره در آتش خشونت میسوزه بعد از گذشت 37 سال؟ والا به نظرم من به قول دوست عزیزمون آقای داریوش آشوری ارجاع بدم که بار صحبت میکردیم، ایشون میگفت ما دو دفعه انقلاب نکرده بودیم که ببینیم انقلاب چه موجود وحشتناکیه. به نظرم آقای میبودی به جای اینکه دنبال فرد بگردیم که آیا یک فرد خاصی یا چند نفر خاصی آتش انتقام گیری و خشونت رو شعله ور کردن، باید تو تئوری انقلاب دنبال این خشونت ورزی بگردیم. من فکر میکنم اون همه خون و ابر سیاه و لاله سرخ و شهادت و تقدیس
فداکاری و کشته شدن و کشتن و غیره که در تئوری انقلاب انباشته شده بود، نه 57 و 55 و 50، بلکه شاید از 2 دهه قبل از اون. یعنی شما باید برگردید به دهه 40 حتی و به شعر امثال شاملو، داستانهای آقای دولت آبادی، قصه های امین فقیری، علی اشرف درویشیان، به سخنرانی های شریعتی، به نوشته های آل احمد، حتی به فیلم فارسی. شما به شاید لایه قشری ترین لایه های تولید فرهنگ مثلا به دهه 40 و 50 برگردید، اونی بود که معروف به فیلم فارسی ها. الان برگردید اون فیلم ها رو نگاه کنید، میبینید آدم خوبه بچه کارگر است، حتما یه سرمایه‌دار یا زمیندار بد آدم پول داره است، چند تا خارجی پشت سرشن و طبقات سنتی همشون خیلی مطلوبن، قهوه چی درشکه چی روحانی رو هم نمیشد توی فیلم نشون بدن، و اگر نه حتما 4 تا روحانی خوبم تو فیلم ها بودن. یعنی تمام خطوط انقلاب اسلامی در فرهنگ جامعه ما از دهه 40 شکل گرفته بود، پا گرفته بود، دامیننت شد، غالب شد، شد گفتمان غالب و به شکل آرزوهای یه ملت در اومد. و اینکه خشونت باید ورزید، انتقام باید گرفت و انقلاب اصلا جبلیش اینه، این باید بشه. من فکر میکنم این و اون همه حماسه برای جنگای چریکی، نمیدونم حماسه مقاومت زیر شکنجه ها و زیر ساواک، اینجوری کرده اونجوری کرده، اینها طبیعی است که وقتی رژیم شاه سرنگون بشه راه رو برای خشونت باز میکنه. به اضافه این که قدرت وقتی اینطور سیال شد، یک مرتبه شب خوابیدن صبح بلند شدن رژیم شاه ساعت 1:20 بعد از ظهر روز 22 بهمن تمام شد، اون وقت ده ها گروه سیاسی که هیچ کس هم تئوری دموکراسی نداشت، هیچ کس این راهکار رو نداشت که میشه اختلافات رو با رأی گیری و پذیرش رأی اکثریت حل کرد، بسیاریشون مسلح بودن، خشونت تقدیس شده بود در ادبیات گذشته، در نوشته های گذشته بخشی از تفسیر دینی شده بود. خشونت شهادت دعوتی است به همه نسل ها در همه عصرها که بمیران و اگر نمیتوانی بمیر، این جمله معروف دکتر شریعتیه با اون لحن حماسی که ایشون در سخنرانی میگه، یا بکش یا کشته بشو خلاصه. و امثال این چیزها که انباشته شده بود، فردای پیروزی انقلاب خب در درجه اول همه متحد شده بودن، شاه و پایین کشیده بودن، بنابراین این موج خشونت ورزی متوجه بقایای حکومت سلطنتی شد، اعدام، کشتار، دستگیری و غیره. ولی اندکی نگذشت که همین انقلابیون دیروز برای حل مشکل قدرت بین خودشون دست با خشونت ورزی علیه یکدیگر زدن. درسته، این که فهمودی کاملا درسته، ولی اینا که اسپوردیت همه در حوزه به اصطلاح ادبیات اسلامی نبودن، اینا همه شخصیت هایی بودن که در حوزه به اصطلاح ادبیات چپ قرار داشتن. ولی اولین صدای گلوله ها از پشت بام از علوی به گوش رسید، برای اینکه خب قدرت دست انقلاب از اونجا کمانه، خشونت انقلابی از اونجا به سراسر مملکت کمانه کرد. خب کاملا برای اینکه عرض من این است که مسلمون ها در تئوری سازیشون البته از رو دست چپ ها نگاه کرده بودن، از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست کرده بودن، خیلی هم یک با شریعتی یک نگاشت یک به یک با مارکسیسم درست کرده بود و یه تئوری انقلابی درست کرده بودن از دین اسلام، از شیعه اثناعشری. ولی این به معنی این نبود که در همون حال دشمن و رقیب مارکسیستا نباشن یا سایر گروه ها. و چون مسلمون ها زورشون بیشتر بود، قدرت رو هم اونها گرفتن، رهبر انقلاب هم یک روحانی شیعه بود، طبیعتا دست بالا رو پیدا کردن. به نظر من الان هم که برمیگردیم نگاه میکنیم، هم زورشون بیشتر بود، هم تئوریشون هم خود محمل خشونت ورزی بیشتری داشت. همینجا داشته باشید. تشکر میکنم آقای دکتر سازگارا،
متاسفانه وقت ما چقدر پیدا میشن. چقدر تشکر میکنم از شما، فوق العاده است، بسیار آموزنده است. امیدوارم بتونیم که اون زوایای تاریک انقلاب رو روشن بکنیم به این ترتیب، با مرور بر خاطره ها و تجربیات آقای دکتر محسن سازگار. خداحافظی میکنم با ایشون، تشکر میکنم از سپهر عزیز، تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر.